هدام کریپتونایت نوشته جان بیور فصل نهم زنا نسبت به خداوند <ال> واجه های یعقوب ای زناکاران آیا نمیدانید دوستی با دنیا دشمنی با خداست بسیار محکم و جدی است آنقدر که به ندرت این واژگان را در پیغام های کلیسایی، کنفرانس یا مباحثات فردی می شنریم. اما چطور می توان آنها را نادیده گرفت؟ اینطور نیست که گفته او یک واقعه خاص در کل کتاب مقدس باشد بله این جستار به فراوانی در سرتاسر سر کتاب مقدس دیده می شود اگر واژگان یعقوب را بررسی کرده و به هشدار آن توجه کنیم هر گونه ترس و سردرگمی را که در مورد زانیان محسوس است میزداید. بیایید بار دیگر گفته او را به طور کامل بخوانیم ای زناکاران آیا نمیدانید دوستی با دنیا دشمنی با خداست هر که در پی دوستی با دنیاست خود را دشمن خدا می سازد یعقوب چهار چهار نخست اینکه خدا خود را دشمن ما نمی سازد بلکه این ما هستیم که خود را دشمن او می سازیم. اگر بخواهیم سریح باشیم باید بگوییم هر دو سناریو دردناک است اما با هم تفاوت دارند ما همواره شاهد درگیری میان افرادی هستیم که بیطرف نیستند به بیان دیگر یک گروه تبل جنگ سر میدهند و گروه دیگر بی آنکه تمایلی داشته باشند درگیر جنگ میشوند به عنوان مثال ژاپنی ها در سال 1941 تصمیم به بمباران پرل هاربر گرفتند و با این کار خود را دشمن ایالات متحده ساختند آمریکایی ها درگیری را انتخاب نکردند و تمایلی به آن نداشتند اما در اثر این عمل تحریک‌آمیز ها در نتیجه خشم ملتی نیرومندتر آسیب شدیدی دیدند این دقیقا همان چیزی است که یعقوب میگوید خدا هیچ تمایلی ندارد که در مقابل کسانی قرار گیرد که فرزندانش هستند اما اگر ما به همسویی با دنیا ادامه داده و به دوستی با آن پافشاری کنیم خدا هم از این درگیری و جنگ پرهیز نخواهد کرد معادل یونانی برای دشمن به ترتیب واجه های اکترا و اکتروس می باشند هر دو واژه یکسان هستند تفاوتشان این است که اولی اسم می باشد و دومی صفت آیا واژه دشمن معادل مناسبی برای این کلمات است آیا این واژه در زبان اصلی معنایی سبکتر و ملایمتر ندارد در واقع خیر ترجمه کاملا درست است در یک فرهنگ واژگان یونانی این واجه ها را چنین معنا کرده دشمن، دشمنی و خصومت در فرهنگ لغات دیگری آمده زندگی در دشمنی و اداوت با فردی در ترجمه دیگری چنین آمده است ابراز دشمنی با کسی من از هر فرهنگ معتبر استفاده کردم تا به این حقیقت تأکید کنم که هیچ دلیلی برای جایگزینی کلمه دشمن با واجه ای دیگر در این آیه وجود ندارد در واقع درک جدیت آنچه گفته شده امری حیاتی است در اینجا نشانه دیگری هم بر این اهمیت این آیه وجود دارد مسلم است که یعقوب بعد از نوشتن این هشدار می نویسد باز می گویم که بر مبنای اهمیت بالای چیزی است که می گوید دوباره نوشتن و تکرار یک بیان فرم تثبیت شده ادبی در عبری کهن است هرچند اکثر نسخ عهد جدید از متن یونانی است اما این رسولان عبرانی بودند که این متون را نوشتهاند. در زبانهای مختلف روشهای گوناگونی برای تأکید بر اهمیت یک واژه وجود دارد مثلا میتوان زیر آن خط کشید با اندازه بزرگتر نوشت شکل و فونت آن را تغییر داد یا حتی با استفاده از علامت تعجب بر آن تأکید کرد اینها و نمونه های دیگر روش هایی برای تأکید و توجه بیشتر بر اهمیت یک واژه یا عبارت هستند اما در زبان عبری برای تأکید واژه یا عبارت را تکرار می کردند و همواره مراقب بودند که اغراق نکنند پس نه فقط هشدار یعقوب جدی و قاطعانه است بلکه به عنوان یک امر ضروری نیز بر آن تأکید شده است به زبان ساده نمی توانیم نادیده اش بگیریم ها حال سوال این است که یعقوب وقتی واژه زناکاران را به کار می برد چه مفهوم خاصی را در نظر داشته است؟ نخست اینکه او در اینجا از کل جامعه بشری صحبت نمی کند بلکه روی سخنش ایمانداران است از آنجا این را می دانیم که او مکررن در طول رساله اش عبارت برادران من را به کار برده است دوم اینکه که غیر ممکن است یک بی ایمان نسبت به خدا زناکار باشد زیرا بی ایمان هیچ رابطه اهدی با خدا ندارد این طور به قضیه نگاه کنید من با لیزا بیور ازدواج کرده ام بنابراین ممکن نیست نسبت به خانوم جین استیت مرتکب زنا شوم زیرا هیچ عهد ازدواجی با او نبسته ام تنها کسانی می توانند نسبت به خدا مرتکب زنا شوند که ایسای مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهنده خود پذیرفته باشند دیگران نسبت به خدا بیگانه و دور از او بوده و عهد رابطه ای با او نبسته اند. معادل یونانی به کار رفته برای زناکاری واژه مویکوس است. این واژه معنس است در حالی که در فارسی و انگلیسی معنای مردانه و مذکر دارد ترجمه بهتر برای این واژه زانیه می باشد که معنای زن زناکار را دارد در نسخه های کینگ جیمز و نیو کینگ جیمز به منظور کاهش این مغایرت زناکاران و زانیه ها ترجمه شده است به نظر می رسد مترجمان NLT و دیگر ترجمه های معمول جنبه معنس بودن این واژه برایشان یک چالش بوده است شاید نمیخواستند خوانندگان فکر کنند که روی سخن یعقوب تنها با زنان است اما وقتی که متن نامه او را میخوانیم میتوانیم با سراحت بگوییم که او همه ایمانداران را مورد خطاب قرار داده است مفسرین کتاب مقدس توافق دارند که یعقوب تنها زنان را هدف قرار نداده پس علت به کار بردن واژه زانیه ها به جای زناکاران نه فقط برای من بلکه برای مترجمان کتاب مقدس هم یک راز است آنچه که موضوع را رازآلودتر می سازد این است که واژه زانیه با آنچه در کل کتاب مقدس به صورت پیوسته می بینیم قرائت و همسویی بیشتری دارد خدا اغلب از استعاره زناشویی برای رابطه خود با قومش بهره میبرد و در این تصویر او شوهر است و ما زن او انبیا در عهد عتیق مکررا این استعاره را به کار برده اشعیا می نویسد زیرا که آفریننده تو شوهر توست او که نامش خداوند لشکرهاست و قدوس اسرائیل ولی توست او که خداوند تمامی جهان نام دارد اشعیا پنجاه و چهار پنج به همین دلیل وقتی قوم اسرائیل با بودپرستی نسبت به خدا بیوفایی می کردند خدا آنها را به زناکاری متهم می کند هزقیال می نویسد بر تو همان فتوایی را خواهم داد که بر زنانی که زنا می کنند و خون می ریزند و در خشم و غیرت خیش خونت را خواهم ریخت هزقیال 16:38 خدا از طریق ارمیا سخن میگوید اما همچون زنی که به شوهر خود خیانت ورزد تو ای خاندان اسرائیل به من خیانت ورزیدی این است فرموده خداوند ارمیا سه بیست. سرتاسر سر نبوت و خدمت هوشه به تصویر کشیدن بیوفایی یک زن به شوهرش است خدا به او امر می کند تا با یک زانی ازدواج کند در این تصویرسازی هوشع بازنمود خداوند است و همسر هوشع جمر تجسم قوم خداست این ماجرا رخ داد تا قوم اسرائیل بتوانند به وضوح ببینند که بتپرستی آنها هیچ تفاوتی با زنای زنی نسبت به شوهرش آن هم نه با یک نفر بلکه با مشوقان بسیار ندارد اسرائیل زانیه بود یحیای تعمید دهنده نیز از استعاره ازدواج استفاده کرده و میگوید عروس از آن داماد است اما دوست داماد که در کنار ایستاده به او گوش می‌دهد از شنیدن صدای داماد شادی بسیار می‌کند شادی من نیز به همین گونه به کمال رسیده است یوحنا نو در اینجا نیز عیسی داماد است و قوم خدا همچون عروسی به تصویر کشیده شده است عیسی نیز وقتی قوم خدا را نسلی شرارت پیشه و زناکار میخواند از همین تعبیر استفاده می کند متا دوازده سی و نو و شانزده چهار را ببینید واجه به کار رفته برای زناکار نیز در اینجا مؤنس است نه مذکر. پولس رسول نیز از همین تصویرسازی سازی و استعاره بهره برده و ما را عروس و ایسا را به داماد تشبیه می کند 5 31 و 32 بنابراین می بینیم که چه در عهد عتیق و چه عهد جدید رابطه قوم خدا با خدا مکررن به عنوان یک همسر به تصویر کشیده شده است. بنابراین بهره گرفتن از واژه معنس زانیه توسط یعقوب کاملا با این الگوی جا افتاده کتاب مقدسی سازگار است. بتپرستی زناکاری است در عهد عتیق همواره زناکاری اسرائیل یا یهودا نسبت به خدا به بتپرستی مرتبط بوده است به بیان ساده مردم نسبت به خدا بیوفا بودند وقتی به بودپرستی فکر می کنیم معمولا ساختن مجسمه، مذبح و یا معابدی برای خدایان به ذهنمان خطور می کند. با این وجود وقتی عیسی میگوید مردم بت پرست شده اند مقصودش این نبوده که آنها به پرستش تصویر کندکاری شده خدایی دیگر روی آورده اند خیر بلکه برعکس آنها از او میخواهند با نشان دادن آیتی ماشیه بودن خود را ثابت کند اگر به گفته یعقوب در رابطه با زناکاری قوم خدا نگاه کنیم در آنجا نیز می‌بینیم که این گفته ارتباطی به ساختن مجسمه مذبح یا معبد ندارد جالب است آنچه یعقوب در اینجا بدان اشاره دارد همان اعمالی است که پولس را وامی دارد تا در آن باره به کلیسای قرنتس هشدار دهد چیزهایی نظیر تبعیض علیه برادران و خواهران یعقوب دو یک تا سه تهمت زدن و بدگویی نسبت به یکدیگر یعقوب سه یک تا دوازده بروز حسادت و دشمنی و جاه طلبی های خودخواهانه یعقوب سه سیزده تا هجده و دست آخر خواستن و تعاقب لذات شخصی یعقوب چهار یک تا سه یعقوب تمام این اعمال را زناکاری می نامد. آیا در این مقدمه پیوستگی کتب مقدس در هم می شکند؟ آیا قوم خدا برای چیزی غیر از بود پرستی متهم به زناکاری هستند؟ پاسخ ساده به این پرسش ها یک چیز است به هیچ وجه همه اینها به یکدیگر مرتبط و متصلند متاسفانه به نظر می رسد کلیسای مدرن در این رابطه هشدارهای عیسی، یعقوب، پولس و دیگر نویسندگان عهد جدید را نادیده گرفته است. به بیان ساده ما بتپرستی را به ساختن مجسمه، مذبح و معبد برای پرستش خدایان غیر تقلیل داده ایم. حقیقت این است که بتپرستی با مسیحیت مدرن غربی نیز در ارتباط است. در واقع شیوع بتپرستی ما گسترده تر از قوم ها است که معابد مجسمه و مذبح ها برای پرستش بت ها می ساختند قصد من این است که نشان دهم نه فقط بود پرستی در فرهنگ امروز ما شایع است بلکه در حقیقت همان کریپتونایتی است که مانعی بر سر راه موفقیت یهودا و اسرائیل بود همان کریپتونایتی که پولس در رساله به کلیسای قرنتس بدان می پردازد همان کریپتونایتی که یعقوب و دیگر نویسندگان عهد جدید همه به آن اشاره می کنند در عصر حاضر نیز همین کریپتونایت است که افراد و جماعتهای کلیسایی را از موفقیت در نشان دادن و تجلی یافتن قدرت خدا به دنیای مرده و گمشده ما باز می دارد. انگیزه دنیاوی پیش از پرداختن به موضوع بتپرستی بیایید به بررسی بیانات جسورانه یعقوب ادامه دهیم. او با تاکید فراوان میگوید درخواست می کنید تا صرف حوصرانی های خود کنید سپس این انگیزه را همراستا با دنیا می داند دنیا مرزی است که در سراسر کتاب مقدس به شکلی پیوسته وجود دارد و نباید از آن گذشت دنیا مبتنی بر تمایلات خودخواهانه است یوحنای رسول می نویسد زیرا هرچه در دنیاست یعنی هوای نفس، هوسهای چشم و غرور مال و مقام نه از پدر بلکه از دنیاست اول یوحنا دو شانزده در این متن واژگان یوحنا جامع و همه جانبه است به عبارتی او هر آنچه را که در دنیاست تعریف می کند بودهای زیادی وجود دارد اما همه آنها تحت یک طبقه بندی که در این آیه وجود دارد قرار دارند زناکاری با دنیا به این معناست که اعمال و افکار ما تحت هدایت تمایلات شدید آن چیزی است که به یکی از حواس پنجگانه ما لذت و رضایت میبخشد. یا به عبارت دیگر آنچه که به تغذیه خود ارزشی ما آن هم مستقل از خدا می پردازد یا به زبان ساده غرور ترجمه مسیج می گوید که این رفتن به راه های خود خواستن هر چیز برای خود تمایل به مهم جلوه دادن خود است این همان نیروی پیش برنده دنیاست و به این طرز فکر می انجامد من میدانم چه چیز برایم بهتر است و آن را می خواهم. نکته تنظامیز ماجرا این است که خداوند نیز برای ما بهترین را می خواهد و مشتاق آن است. این حقیقتی است که همه ما باید در قلب خود حق کنیم. این حیاتی است زیرا دنیا همانند عاشقی فریبنده به دنبال اقوا و جدا ساختن ما از خداست. دنیا با انداختن این فکر به جانتان شما را اغوا می کند که آنچه او عرضه می دارد به مراتب بهتر از چیزی است که خدا برایتان می خواهد. به همین دلیل است که یعقوب با تأکید می گوید برادران عزیز من فریفت مشوید هر بخشش نیکو و هر عطای کامل از بالاست نازل شده از پدر نورها که در او نه تغییری است و نه سایه ناشی از دگرگونی یعقوب یک شانزده و 17 یعقوب با این گفته پیغام خود را به ما آغاز می کند که فریب اقواگری دنیا را نخوریم و گمراه نشویم پیغام او به بیانی ساده چنین است هیچ چیز نیکویی جدا از خدا برای شما وجود ندارد اگر این حقیقت را در قلب خود جای دهیم ما را از گمراهی حفظ خواهد کرد مهم نیست مسائل تا چه حد خوب به نظر می رسند چقدر پرمنفعت هستند ما را خوشحال می کنند انگیز سرگرم کننده و یا از نظر اجتماع پذیرفته شده هستند منطقی به نظر می رسند آمه پسندند و ما را به ظاهر غنیتر می سازند اگر در تضاد با کلام خدا هستند برای شما خوب نیستند. آنها در نهایت شما را در جایی قرار میدهند که نمیخواهید باشید و آن طریق مرگ است. پیش روی انسان راهی هست که در نظرش درست می نماید اما در آخر به مرگ می انجامد. امسال چهارده دوازده. این راه برای هر کسی متفاوت است و راه فرعی بسیاری وجود دارند که ما را به زناکاری با دنیا می کشانند. اما همه در یک چیز مشترکند همه آنها درست، نیکو، پرمنفعت، پذیرفتنی و حکیمانه به نظر می رسند اما اگر در تعارض با مشورت و تعلیم کلی کلام خدا هستند همه آنها به مرگ می انجامند. من حقیقتا باور دارم که این دلیل خدا برای این هشدار است. پس حال ای پسرانم به من گوش فرا دهید و به آنچه می گویم توجه کنید. دل شما به راههایش متمایل نشود و در طریقهایش گمراه نگردد. زیرا بسیاری را از پا درفکنده و کشتگانش بیشمارند. خانه او راه گور است که تا به خجره های مرگ سرازیر می شود امثال هفت بیست تا بیست سلیمان این را در ارتباط با گناه جنسی و زناکاری می نویسد اما در اینجا پیغام نبوتی عمیقتری وجود دارد و آن هشدار در مورد روش های فریبکاری دنیاست که نیرومند است و ما را پیوسته دعوت می کند. چرا بسیاری از ملت ها از جمله یهودا و اسرائیل به سادگی به حجره مرگ او سرازیر شدند؟ آیا می آنقدر سادلوه باشیم که فکر کنیم دیگر این قدرت وجود ندارد؟ در آغاز فصل بعد خواهیم دید که چقدر این نیروها واقعی و شایع هستند. بخش عملی هیچ کس با طرح و نقشه قبلی برای ارتکاب زنا وارد عهد ازدواج نمی شود. با وجود آنکه سوگندها در مراسم ازدواج ممکن است رو باور به نظر برسند اما عروس و داماد هرچه در توان دارند انجام می دهند تا تمامیت خودشان را در این وعده های عهد ازدواج قرار دهند. اگر چنین است پس چرا بسیاری از ازدواج ها به خاطر زنا شکست می خورند؟ پاسخ به این پرسش پیچیده است. اما در کل همه به این خاطر است که افراد نتوانستند در برابر نیروهایی که مخرب رابطه هستند مراقب و هوشیار باشند رابطه شما با خدا به معنای واقعی کلمه حیات و زندگی شماست هیچ حیاتی جدا از خدا وجود ندارد اما دنیا به دنبال اغوای ماست تا علیه خدا مرتکب زنا شویم بهترین راه برای محافظت از خود هوشیار و مراقب ماندن از این است که با تمام جان و دل و فکر و قوت به دنبال خدا باشیم چه کاری میتوان کرد تا مطمئن بود تمام وجود خود را به خدا تسلیم و تقدیم کرده ایم برنامه روزانه شما چگونه است؟ آیا در آن زمانهایی را برای خدا کنار گذاشته اید؟ زمانهایی برای خواندن کلام، دعا و روزه؟ آیا به دنبال کوچکترین فرصتها در کلیسا، محل کار و جامعه برای خدمت به او هستید؟ آیا به شکلی در شغلتان کار می کنید که انگار پرستش به سوی خداست؟ روشی را مشخص کنید که بر اساس آن بتوانید در مسیر مقاوم سازی رابطه اتان با خدا در برابر زنا رشد کنید برنامه اتان را تعریف کرده آن را بنویسید و شروع به اجرای آن نمایید